یعنی اگه یه مرد بره مثلا چه بدونم ظرف بشوره، ذاتش تغییر کرده. وقتی بچه‌ها موفقن یعنی خودم هم موفقم. تو که میتونستی بری چرا نرفتی؟ چرا انتظارش؟ چرا بعد آرزوی تو رو من زندگی کنم؟ پس چرا مثلا پسر میتونه مستقل باشه دختر نتونه؟ اون پسر از وقتی به دنیا اومده مکانیکی رو یاد گرفته یا رفته؟ نه نه، ذات خلقتی تغییر میکنه. یعنی ذات خلقتی تو اینه که بره خیاط. نه نه نه، یعنی یه زن میتونه بشه. به گوش دورعمی خودمونیه که هر کی آزاده هر چی تو مغزشه بریزه بیرون. اصلا شعار ما هم همینه، هر چه میخواهد دل تنگت بگوش. مهمونای برنامه هم کاملا آزاد و بدون جدگیری خاصی انتخاب شدن تا بتونیم صدای همه سلیقه‌ها رو به خوبی بشنویم. این سبک برنامه قبلا تو سری میدل گراند کانال جوبیله تولید شده. ما هم سعی کردیم با همین دست فرمون بریم جلو، چون مغز کلام ما خیلی خوب میرسونه. سلام، پارسانه هستم، متولد 88، کلاس 9 هم. سلام، دینا هستم، متولد 86، 16 سالمه، رشته شبکه هنر آثار. سلام، افرا هستم، متولد 86، کلاس 10 هم، رشته معماری داخلی. سلام، لیا هستم، متولد 86، کلاس 10 هم، رشته طراحی دوخت. سلام، مهیا هستم، 86 هم، رشته معارف اسلامی. سلام، سوگندم، 86 هم، دهم طراحی دوخت میخونم. ترجیح میدم یک زن موفق باشم تا برای موفقیت فرزندانم تلاش کنم. موافقین بشینن؟ من روی قضیه 50-50 هم، ولی بیشتر موافق بودم که نشستم. سر چیز؟ روی این جمله تاکید دارم که اگر من یه آدم موفق نباشم، اگر رفتارهای من به عنوان یه خانوم موفق نباشه، 100% اگه من یه روزی فرزند دارم بشم، از رفتارهای من قراره تقلید کنه و اون رفتارهای من و موفقیت من تأثیر داره روی بزرگ شدنش. حالا مهم نیستش که من اون موقع چقدر تلاش کنم. مخالفین میشینن. این یه عقیده شخصی من، ترجیح میدم به جایی که خودم تنهایی یه زن موفق باشم، چند نفر دیگه موفق باشن. چون که وقتی بچه ها موفقن یعنی خودم هم موفقم. ببین، تو این جمله رو تا حالا شنیدی که اگه من به بچه‌م بگم کتاب بخونه، هیچ وقت نمیخونه تا وقتی که کتاب دست من ببینه؟ خب تو بالاخره شاید یه روزی ازدواج کنی، چه موفق باشی چه موفق نباشی، و ممکنه یه روزی بچه دار شی، چه موفق باشی چه موفق نباشی، و این تویی که تصمیم میگیری موفق باشی و بچه در روی تو نگاه کنه اینو بگه، مثلا اون کار رو تکرار کنه یا نه، مثلا موفق نباشی فقط تلاش کنی بهش بگی تو رو خدا بیا موفق شو. ببین دست ندارم. به نظر من زمان حال آینده مهمتر از حاله و باید پیش به آینده فکر کنیم که چه اتفاقاتی بیفته تا اینکه بیایم بگیم که الان من چه زن موفقی هستم یا چی. یعنی موفقیت خودتو ول میکنی که آینده بچه‌ای داشته باشی که اونو موفق کنی؟ بیشتر رو آینده تاکید دارم تا رو خودم. خب موفق شدن خودت هم میشه جزء آینده خودت. اصلا ممکن این هستش که من موفق باشم بچه‌م موفق نباشه، پس اون بچه مهمتر از خودمه که بیام موفق باشه. خب از اون طرف هم میشه تو موفق نباشی و بازم بچه‌ت موفق نباشه. ترجیح نمیدم زن موفقی باشم و ترجیح میدم به جاش یک مادر موفق باشم، یک مادری باشم که برای موفقیت فرزنداش تلاش میکنه. اون موفقیت رو دوست داری؟ موفقیت رو دوست دارم، ولی به نظر من اون موفقیت رو تو موفق شدن بچه هم میبینم. خب مثلا موفقیت رو چی میبینی؟ من اگه به تمام خواستم برسم موفقم به نظر خودم. خب حاضری همه رو فدا کنی؟ بعد این موفقیت فقط فردی همش؟ الان اینایی که مد نظرته؟ این اگه میخوای مادر باشی یعنی باید فداکاری کنی دیگه، فقط به این نیست. خب پارسانا، مامان تو هم دلش میخواد موفقیت تو رو ببینه. خب شاید تو اون بچه ای باشی که قرار موفق شی و تو میخوای موفق نشی که بچهت موفق شه، و شاید اون بچهت نخواد موفق شه که بچهش موفق شه. خب این ادامه پیدا میکنه دیگه. تو بعد یه جای این قضیه ای که بذار من بچه‌مو خوشبخت کنم ولی خودم خوشبخت نباشم، باید قطع کنی. بعد پارسانه یه سوال، الان مثلا یه فرد موفق
اصلا من اولش خیلی فکر کردم بین گذاری که مخالف باشم یا موافق، دیدم اصلا تناقضی با هم نداره، این فرد موافق میتونه بچه موافق داشته باشه، اصلا بین نیست که من فرد موافق باشم پس دیگه بچه دار نمیشم میخوام فرد موافق باشم، نه فرد موفق اگر به تمام جنبه هاش توجه کنه هم میتونه تاثیراتش موفقیتش هم خواسته های خودش، حالا من نمیخوام اصلا باعث میشه که بچه هاش هم موفق بشه. دقیقاً ببینید توی بهترین جاها وقتی یه بچه‌ای توی بهترین امکانات باشه خب درصد موفقیتش خیلی میره بالاتر. یعنی اگه موفق باشی ترجیح میدی که ازدواج کنی بعد اون موفقیتت تو با همسرت شریک بشی؟ چرا نباید این کارو بکنی؟ خب معروف به احساسات ربطی به این نداره که تو انتخاب کنی موفق باشی یا نه. ببین اگه خودت مثلا خیلی بالا باشی حاضری کسی رو قبول کنی، همسرت رو قبول کنی که مکانیک باشه، یعنی تو الان خودت تو زندگی الان دلت نمیخواد که یه آدم موفق باشی؟ آره میخوام، ولی الان سوال این نبود که مادرم موفقی باشی برای بچه‌هات یا بچه‌هات موفق باشن، سوال این بود که زن موفقی باشی. خب چه فرقی داره؟ نمیتونی یعنی مستقل باشی تو؟ نه زن بودن ربطی به مستقل بودن فقط نداره، تو زنی حالا میتونی همسر یکی باشی، میتونی فرزند یکی باشی. من سوال کلاً داشتش راجع به خودمون صحبت میکرد، اینکه مثلا اگه خودت موفق باشی دلت میخواد خودت فقط موفق باشی یا یعنی اینکه مثلا بچه‌ت هم موفق باشه، یعنی موفقیت بچه‌ت هم داشته باشی. خب تو اگه موفق باشی بچه‌ت هم روی تو نگاه میکنه و دلش میخواد که مثلا مادرش باشه. این سوالو پرسید تو میتونستی بگی هر دوش؟ نه باید یکی انتخاب کنی. چرا نه تو من هر دوش انتخاب کردم. هر چرا؟ الان بیا بگیم من هر دو رو انتخاب کردم. من یعنی هر دو زن رو انتخاب کردم. بعد یکی رو انتخاب کنی. کجای دنیا دیدی مثلا؟ یه زن یه مادر نیست واقعا. خب یه سوال، الان به خواستایی که میخوای برسی اگه فرزنددار بشی نمیرسی؟ ببین چه؟ میرسی؟ نه اگه فرزند داشته باشی شاید ممکن باشه به یکی بعضی از خواستات نرسی. خب مسئولیتمون بر چه هم کردن؟ مثلا چه خواسته میشه نرسید؟ مثلا اینکه خب بالاخره بچه بود درسای خودشو داره. مثلا چه خواسته میشه نرسید؟ شاید زمانش طول بکشه و نمیتونه خودش. موفقیت یعنی چی؟ یعنی تلاش کردن برای اون چیزی که به اون مکان. آره تلاش کردن برای خواسته. یعنی اگه بچه داره باشی میشه هر موقع تلاش کنی برای میکنم. چرا مگه تلاش کردن رو نمیتونی تلاش کنی دیگه چون بچه داری؟ خب نه الان بچه داری هم باید بکنی. خب با بچه نمیرسی؟ نه نمیشه. میشه یک شما مثال بزنی؟ ببین اگه بخوای فقط بچه بیاری و بری دنبال موفقیت اصلا به ازت بچه ادب میشه؟ ببین قرار نیست. میدون حالا موفقی اصلا بچه میخواد کجا بمونه؟ پیش کی بمونه؟ خب پیش کی ادب بشه؟ مثلا یک شما مثال بزن. یه موفقیت که زنه با بچه نمیشه قطعا. مثلا من میخوام برم یه جایی یه کاری دارم، من تو اون شغلم موفقم میرم و توی اون کار میکنم، مثلا بچه‌م میخواد پیش کی بزرگ بشه؟ بچه‌م میخواد پیش مگه تو اول برات سیستم بشه؟ یه زمان کوتاهی مثلا بچه میره مدرسه میای تو میای، یعنی تو صبح تا شب قرار سر کار باشی، تو ساعت مثلا از کل 24 ساعت زندگیت قرار سر کار باشی. این نمیخوای موفق بشی نباید باشی، نباید تلاش کنی برای اون راستای ما، اون راه ما. خب برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد. تو یه روزی که موفق باشی 100% 24 ساعت کارت میشه 12 ساعت کار. تو مثلا به اونجایی که خواستی رسیدی دیگه. خب اون لحظه یعنی تو دیگه نمیخوای بچه دار شی، دیگه موفق شدی و من موفقم بچه نمیخوام. بعد حالا به نظر پول در بشی همه خواستهاتو داری میخوای بچه دار بشی؟ چرا نشه؟ اصلا میگم تو شرایط نبودیم اولا، این دوم این که تو شرایطش اگه قرار بگی واقعا انقدر شرایط پیش میاد که نتونی بچه داری کنی، بعد برای بچه وقتی اون دیگه موفقیت نیستش. نه اون موفقیت نیستش، یعنی چون موفقیت رو تو این میبینی که همه چیه زندگی تو قطع کنی که موفق شی. از نظر من دیده من موفقیت اینه که تو یه جایی باشی که خودت آروم باشی، آرامش رو بودی داشته باشی. موفقیت تو همه ابعاد میشه. من یک مادر موفقم، یک خانم موفقم، تو بحث مالی موفقم، تو بحث علمی موفقم، تو ابعاد مختلف با برنامه‌ریزی کاملا به نظرم شدنی هست، نیست نشدنی نیست. به نظرم خب کسی که میخواد اوج بگیره تو موفقیتش باید همه زندگیشو بذاره واسه اون استعداد برای اون رشته و برای موفقیتی که قراره کسب کنه در آینده، موفقیت‌های خیلی بالاتر، و نمیتونه همزمان هم مادر خیلی خوبی باشه و کامل باشه هم مثلا بازیگر خیلی عالی باشه. اینجوری میگه انگار نشسته تو اون 24 ساعت سر کار نیست، یه تایمی واسه کارش میذاره، یه تایمی واسه بچه‌هاش. خب یعنی تو مثلا مادر بشی کل زندگی تو میذاری کنار میشینی خانه داری تو آره، میکنی؟ چرا نه؟ مگه مرافقی داره همکار کنی؟
هم بچه داری مگه وظیفه ببین وقت خیلی بچت کوچیک باشه بعد از یکی یاد بگیره تو خب. اون موقع بعد کنارش باشی حالا میگیم باز بزرگتر شد آره خب. رسید مثلا روندش کنتر میشه مثلا تو اون تایم که بچه میاری 6 ماه اول کارتو کمتر میکنی بعدش بیشتر میکنی سخال. بعد اینم فرق میکنه فکر کن یه مادر بگه درس بخون درسو مثل این بشی تا بگه درس بخون درسو خون منم این مسیر رو رفتم این مادر خیلی فرق میکنه با این مادر که فقط میگه برو یا مادری که میگه نه بیا مثل من خیلی ما دو تا مادر این شاید بچه به چیز دیگه علاقه داشته خب ببین تو به چیز دیگه داره تو راجع به اون چیزی که بچه تهش بهت میگه که مگه خودت این کارو کردی که از من انتظار داری بکنم مگه خودت موفق شدی که انتظار موفق شدن از من داری شاید ممکنه ببینه که مادرش موفق نشده بگه که پس من موفق میشم تا بتونم افتخار خانواده خب بشم ولی تا مادر میاد میگه که چرا تو این کارو نمیکنی آقا میگه که این مسیر رو برو میگه تو که میتونستی بری چرا نرفتی چرا انتظارشو چرا باید آرزوی تو رو من زندگی کنم بچه ولی به نظرم مثلا مادری که لولش بالا باشه خب قطعا بچه میاد میگه خب من میخوام چند لول بالاتر از مادرم باشم نه بچه پارسانه موفقیتش اینه که مادر خوبی باشه و ما نمیتونیم بگیم که الان تو این حرف اون موفقیت رو این میدونه خب پس تو خب پس موفقی اون هم میتونه موفق بشه خب دیگه بستگی داره موفقیت تو چی ببینی دختر به تنهایی نمیتونه همه نیازهای خودش رو برطرف کنه پس شعار زن مستقل و زندگی مستقل یک توهمه موافقین بشینن خب همه نیازشون نمیتونه چرا مثلا خیلی از نیاز مثلا یه نیاز مادر شدنه برای دختر آیا میتونه به تنهایی مادر شه نه ولی میتونه خانواده مثلا میخواد مستقل زندگی کنه بره دانشگاه بره خوابگاه میتونه ولی همه یه نیازهاشو در بنه به نظرم این که بگیم توهم اشتباهه پس چرا مثلا پسر میتونه مستقل باشن دختر رو نتونه و این یه فرق گذاشتن بین دختر و پسر پسر میتونه همه نیازشو برآورده کنه خب نه به نظر من نمیشه خب الان ما هم بحثم این بود که همه این نیازها خب برمیگره به شخصیت هر آدم شاید یکی اون نیازه رو داره یکی دیگه نداره نمیخواد اصلا ما چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم بر این شد که زندگی مستقلی اوکیه ولی خب بعضی وقتا اگه نیاز داشتی کمک بگیری این میگه همه نیازها تو خودت تنهایی رفت کنی نه که از کسی کمک بگیری الان یه پسر میتونه همه نیازاشو خودش برآورده کنه به نظرم هر آدمی میتونه نیازاشو برطرف کنه همه نیازاش آره به نظر و اینکه آدما تو زندگیشون کلا تنها رفیق مادر پدر همه اینا بهونه است همه آدما تنها تو الان میتونی تنهایی مادرشی ما همه حضرت مریم نیستی خب نه دیگه خب من نمیخوام مادرشم شاید یکی بخواد مادر بشه اون دیگه برمیگره به شخصیت دیگه ولی به نظرم کسی که میگه مستقله واقعا از همه لحاظ باید مستقل باشه وگرنه نمیتونه بگه من مستقلم کسی که مثلا وابستگی داره به خانواده‌اش آیا الان با این مستقلی خب میتونه مستقل بشه مستقل نمیشه خب وابستگی به این نیستش که تو آره مستقل میشی دیگه نه حق نداره بره خونه پدر مادرت دیگه نه. حق نداره الان مثلا نیاز دیگه نمیتونی اون ارتباط هر داشته باشی ولی آره آدم وقتی تواناییشو داشته باشه وقتی بتونه که برای خودش یه سری چیزا رو فراهم کنه 100% میتونه به نظر من این مربوط به مستقل بودن آدمه خب من دارم میگم مثلا طرف میره تو خوابگاه آره داره زندگی میکنه اصلا خونه مستقلی میگیره داره زندگی میکنه این حرف من اینه که من وابستگی کسی نیستم که بخوام به خاطر این وابستگی نتونم تنهایی زندگی کنم این که کلا چیز بدی دقیقاً آدم وابسته باشه من نتونه ولی همه نیازاشو میتونه چرا نتونه اصلا خانواده پس فلسفه خانواده چیه ببین اون دیگه قرار نیست تو قطع ارتباط کنی باهاشون که یعنی تو چیکار میخوای کنی چجوری میخوای مادرشی اون یه اسکیپ داره. خب اینا نیازه به شخصیت هر آدم. داری جزئی نگر می‌دی. کلی نگاه کن. آیا میتونه همه نیازها رو اصلا خانواده برای چی شکل گرفته؟ دور هم همطوری محبت کنن که کنار هم باشن که ولی به نظر من کسی هم که ازدواج می‌کنه بعد خودش مستقل باشه. یه وقت با اون شوهرش دعواش میشه. بعد شوهرش میگه من به دیگه پول نمیدم. بعد اون میگه من خودم پول دارم. استقلال شخصیتی باید داشته باشه قطعاً. ولی همه نیازاشو میتونه اون مستقل بودن از نظر من با اون نیاز متفاوته یه سری نیازا رو نمیشه برطرف کرد نیازهای احساسی و ولی میشه زندگی مستقلی داشت من معنی استقلال برای من اینه که اگرم یه روزی چه بدونم تو خانواده‌ام مثلا تو خونه پدرم زندگی کردم یا تو خونه خودم زندگی کردم یا تو خونه همسرم تو یکی از این خونه‌ها بالاخره همه انسان‌ها زندگی می‌کنن دیگه چه مرد چه زن
خب دارم میگم اون مستقل بودن از نظر من اینه که اگر یه روزی طرفی که مقابل منه نتونست یه کاری رو برای من انجام بده، من بتونم اون کارو برای خودم انجام بدم. ناتوان نشم. مثلا اینکه اگه طرف چه بدونم یه مدت نتونست کار کنه، من بتونم برم کار بیشتر کنم. بیشتر استقلال مالی منظورشه. بیشتر استقلال مالیه. از این طرف منظورشون همین محبتم هست، اینکه تو اونقدر وابسته نشی که بعد مثلا اگه طرف نباشه بگی من دیگه مردم. استقلال مالی شخصیتی دو ساعت دارید میگی. آره من منظورم این که اون استقلال ممکنه. آره گذاری دوم به سر بگردن. بچه نظرم کسی هم که ازدواج نکنه باید استقلال چیزو داشته باشه، احساسی رو، استقلال احساسی رو باید داشته باشه، وابسته طرف نشه که بعدا وقتی طرف رفت بخواد خودکشی کنه و دست به کار خیلی بدی بزنه. آره اونقدر وابستهش رو بتونه کنترل کنه. حرف دیگه حرفی نداریم، تموم شد. زن و مرد در زندگی نقش متفاوتی دارن. موافقین بشینن؟ خب به نظرم نقش متفاوتی دارن چون روحیات زن و مرد با هم دیگه فرق داره و اینکه آره دیگه نقش متفاوتی. خب من ادامه حرفت، این که مسئولیت ها بر اساس توانایی های انسان ها و استعداداشون شکل میگیره و خب وقتشون دقیقاً آره. چون صدا و تواناییشون متفاوته، نقش‌های متفاوتی می‌گیرن. نمی‌تونیم بگیم دقیقاً باید عین هم باشن و اینکه عدالت برابری نیست. عدالت نگاه کردن به تفاوت‌ها و دادن به تفاوت بهات به تفاوت‌هاست، نه فقط برابری. هر انسانی شخصیتش فرق داره، استعداد و تواناییش فرق داره، ربطی به زن و مرد بودنش نداره. چرا؟ خب بگو. ببین ما اول بچه ما نقش های اجتماعی رو بر چه اساس میدیم؟ جواب بدین دیگه. نقش های اجتماعی، نقش های اجتماعی تو جامعه بر چه اساس شکل میگیره؟ نقش خاصی نداریم. همینجوری مثلا یکی میره برنامه میشه اشته. خب شاید یه زن باشه که مثلا آتش نشانی دوست داشته باشه، الان تازگی ها تو رشته های تحصیلی هم مثلا رشته آتش نشانی اومده، نه بعد بگیم که فقط مرد میتونه آتش نشان باشن. آره. یه زن هم توانشو داره. ببین این درسته، ولی مثلا فکر کن چی شده نقش اجتماعی بر اساس چی جمله؟ فکر کن پارتنر یا شوهرت رفتی مسافرت، تو رو ماشین خراب میشه، خب بعد اون وسط اون مرد میاد ماشین رو درست میکنه و زن درست نمی‌کنه. خب اگر زن توانشو داشته باشه چرا مرد درست کنه؟ خب دیگه وقتی با شوهرشه چی باید؟ باید وایسید چند درصد زن توانشو دارن؟ یه سری استعدادهای زن و مرد خاصه، ما با خاصه کاری نمی‌داریم. آره. با عام جامعه. آره. خب من یه سوال دارم، اون پسر از وقتی به دنیا اومده مکانیکی رو یاد گرفته یا رفته استعداد نداره؟ ممکنه یه پسر بلد باشه، نقاش ماهری باشه. تو داری میگی عام جامعه، وقتی داری میگی عام جامعه یعنی ممکنه یه تفاوت، یه استثنایی وجود داشته باشه. یه زنی که رانندگیش بهتر از یه مرده، میگم اونو خیلی نادرن. یه استثنایی وجود داره. خب نادرن ولی وجود داره. من گفتم به عام جامعه. خب اینا جزئیات. تو داری میگی کلا وجود نداره. اگه جواب اگه مخالفی با این داستان اینه که کلا اینا وجود نداره. نه اینا جزئیات هم، مثلا ما داریم زنی که مکانیکه، زنی که جوشکاره و حرفه‌ای هست، ولی چند درصد خب اون مرد یا ببین آره چند درصد زن جوشکاره داره. اون مردی هم که این کارو داره میکنه رفته دنبالش که یاد گرفته، فقط اینجا توانایی ها فرق داره، استعدادا فرق داره. خب دوست داشته، علاقه. خب این علاقه قرار نیست تو همه مردا فقط باشه یا تو همه زنا فقط باشه. شاید من به عنوان زن دلم بخواد برم چه بدونم راننده رالیشم. خب چی شد که خواستی بری؟ علاقم. این علاقه. یه چیز درونیه، این نیستش که تو بگی مرد یا زن. خب حالا بعدش خب این... مثلا من خیلی موقع خودم تجربه کردم که فکر میکنم توی چیزای علاقه دارم و این نداشتم، مثلا خیاطی رفتم دیدم اصلا علاقه ندارم. ما خیلی موقع علاقه داریم، استعدادش نداریم. آفرین. خب بری دنبالش که بفهمی. توهم استعداد. من توهم استعداد داشتم. استعداد مهمه، ولی اینکه تو بگی اوکی فقط استعداد مهم نیست، تلاش و استعداد بغل هم میرن جلو. ولی گاهی اوقات ما موافقه که خیلی از کارهایی که میکنیم توهم استعداد نداریم. ما اگر بر اساس توانایی ها و استعداد ها، یعنی کارهایی که زودتر از بقیه و بهتر میتونن انجام بدن، مسئولیت ها رو به دیگران بدیم، قطعا یه سری از چیزها رو به خانم ها میدیم و یه سری از چیزها رو به آقایون. بچه به نظرتون بین زن و مرد فرقی وجود داره یا نه؟ از وقتی که زن و مرد با هم دیگه میان سر کار، با هم دیگه رفتن سر کار شغل دارن،
دیگه تفاوتی وجود نداره اصلا. نمیشه گفت تفاوتی وجود داره ولی نباید این فرق باشه. خود جامعه ماده این فرق باشه. بعد یه جو عادی سازی کرد که این فرق دیگه نباشه. ببین فرق باعث نمیشه که زن اون استعدادو نداشته باشه. نه فرق این فرق باعث نمیشه که دیگه همچین چیزی وجود نداشته باشه. کار کنی روحیه زن پایین‌تر از روحیه مرد. نه پایین‌تر. خب اینجوری الان داری جایگاه خودت رو این مربوط به خود انسانه. این مربوط به خود انسان و روحیه انسان. هر انسانی با هم فرق داره نه زن و مرد. تو الان علاقه چیه؟ به عنوان یه زن علاقه چیه؟ بگو علاقه چیه کلا تو زندگی چی رو بیشتر از همه دوست داری؟ علاقه هم نسبت به بازیگریه. خب بازیگری یعنی یه مرد نمیتونه یه علاقه داشته باشه نسبت به بازیگری؟ درسته آره. خب میتونه و میتونه همکار باشن. و این باعث میشه که از هم متفاوت نباشن. یعنی ممکنه اون علاقه نسبت به هم با هم مساوی باشه و اوکی باشه دو نفر به یه چیز علاقه داشته باشن، حالا چه زن باشه چه مرد. مثلا دارم میگم خیلی ها فکر میکنن که خیاطی مختص زناست، ولی من مردایی رو هم دیدم که طراح لباسن، خیاطی میکنن، به استایلشون اهمیت میدن و خیلی چیزن. به نظرم زن و مرد تو زندگی نقش متفاوتی دارن، چون هر کاری هم بکنیم حتی بگیم توی رشته میتونن با هم دیگه همکار باشن، ولی روحیاتشون و کلا خلقت زن و مرد با هم دیگه متفاوته. ما کاری با خلقت آفرینش نه، ما داریم راجع به روحیات آدم صحبت میکنیم. خب ممکنه رفته رفته اون خلقت فقط همون یه لحظه است، ولی آدم به مرور بزرگ میشه، به مرور اون روحیش شکل میگیره، شخصیتش شکل میگیره. جایگاهی که هست جامعه ذات تغییر میکنه. آره نه ذات خلقتی تغییر میکنه. یعنی ذات خلقتی تو اینه که بره خیاطی کنه. یعنی یه زن میتونه مرد شه؟ نه رشته رو نکی داره. ما داریم راجع به روحیات صحبت میکنیم. یعنی اگه یه مرد بره مثلا چه بدونم ظرف بشوره ذاتش تغییر کرده؟ قطعا نه. خب خودت هم موافقی با ما؟ نه من دارم چی میگم؟ میگم باشید استعداد یعنی چی؟ اینه من بگید من میگم استعداد یعنی چی؟ استعداد یعنی توانایی که طرف توی وجودش هست و میتونه انجامش بده، ولی خب با تلاش باید سعی کنه که بروزش بده. خب ما مسئولیت اجتماعی گفتم به چی میدیم؟ ما مسئولیت اجتماعی بر اساس به کسی میدیم که توانایی این کار انجام بده و بهتر و زودتر از بقیه انجام بده. این یعنی استعداد. مثلا کسی که تو خیاطی بهتر و زودتر انجام بده، میگیم این استعداد خیاطی داره، این استعداد تحصیل داره، این استعداد فیزیک داره. خب ما معمولا تو ریاست جمهوری همه چی به کی میدیم که زودتر و بهتر این کار انجام میده. یک خانم و آقا تفاوتش اینه، یک خانم و آقا استعداد علاقه شون هست، ولی بعضی کارا رو یک خانم زودتر و کامل ترجمه یا آقا دقیقاً اینجا تفاوت پیدا میشه. اینجا این تفاوت هست، نه اینکه بگیم آقا اصلا کار انجام نمیده. اینا بعضی کارها رو میگم بازم ما استعداد داریم. من خانم جوشکار دیدم، خانم پشت ماشین دیدم که بهتر از هزار تومن و همینطور آشپز این مرد دیدم که خیلی خوبه. مهم اینه که اون خانم خلقتش اینه که یه سری از کارها رو به همون آقا زودتر و بهتر انجام میده. به خاطر همین یه سری تفاوت‌ها و نقش اجتماعی شکل میگیره. خودت هم داری میگی تو بحثت گفتی که یه خانم جوشکار هم وجود تو وقتی میگی یه استثناء وجود داره، یعنی 100% اون تفاوت 100% نیست. 100% نیست ولی 80% تو جامعه. ولی بیشترش. خب اوکی من قبول 80% ولی من دارم کلی میگم که 100% نیست. اولش مخالف بودم ولی بعدش دیدم یه سری تفاوت‌ها توی خلقت میتونه وجود داشته باشه و با نظر بچه‌های موافق همراه شدم. مرسی از دوستانی که ما تماشا کردن. نگاه زیباتون به ما اختصاص دادین. به گوش یعنی هم حرفی که تو دلت رو بگوش، هم حرفای بقیه رو بگوش.